من از سالها قبل و زمانی که شهید مهرداد در یگانهای هوایی ارتش آزادی بخش بود با او آشنا شدم و این آشنایی از وقتی که مهرداد به پذیرش ارتش آزادی بخش اومد و در موضع فرمانده نیروی پای مسئولیت میکرد بیشتر شد. برای اولین بار وقتی که مهرداد به قسمت یگان آموزش نیروهای جدید ورود اومد اونجا باهاش آشنا شدم. بیشتر با مهرداد موقعی آشنا شدم که برای تحویل گیری یک مسئولیت از خود من که مشغول انجامش بودم اومد. پیشا پیش من مهرداد رو دورادور میشناختم و میدونستم که تو ایفای نقش های مختلف و مسئولیت های مختلف به طور خاص اون کاری که اون موقع من در حال انجامش بودم خیلی بی‌سلاح‌تر از من بود و تو کارم مسلط‌تر بود. ولی اولین چیزی که توی تحویلگیری این مسئولیت نظر منو جلب کرد تواضع و فروتنیش بود. گویا که از این کار هیچی نمیدونه و سعی میکنه همه چیزی رو از من یاد بگیره و بالواقع توی چند ساعتی که با هم در حال تحویل و تحول این مسئولیت بودیم من این آموزش رو ازش گرفتم و توی کاری که طی مدت کوتاه دو ماه قبل از شهادتش با هم داشتیم شاهد ارزش های خیلی زیادی در تنظیم رابطهش بودم. مهرداد با نیروهای تحت مسئولش، نیروهای جدید ورود با سرحالی و شادابی کار میکرد و توی کارها و توی آموزش خستگی به چهره مهرداد نمیومد و این وجه بارز و برجسته‌ای بود که از مهرداد دیده میشد. خب یک نفر جدید ورود وقتی وارد میشه از زندگی و جامعه عادی میاد، قطعا اون زندگی قبلیش یه قانونمندی‌هایی داشته که وقتی وارد ارتش آزادی بخش و اشرف میشه میبایست یک قانونمندی‌ها و مناسبات دیگه ای رو یاد بگیره و باش منطبق میشه. من وقتی خودم همین دوره رو گرفتم، یعنی وقتی تازه وارد مناسبات سازمان و ارتش شده بودم خوب یادمه و همین دلیلم اون دوران همیشه تو ذهنم هست، همیشه خاطرات دارم و از مسئولین و فرماندهانی که اون موقع با هم کار میکردن همیشه تو ذهنم هست، همیشه بهشون احترام میذارم چون در واقع منو از اون دنیا به این دنیا بود. مهرداد در واقع این کارو میکرد.